بزرگ ملی ما که ثروت نفت باشد بیشترش در اون منطقه تمرکز پیدا کرده است. و فقط نفت نیست، خوزستان میتواند 800 هزار هکتار زمین آبیاری شده که محصول این زمین اگر از هر نقطه دیگر دنیا بالاتر نباشد مسلما مطابقت خواهد کرد با بالاترین بازده کشاورزی دنیایی. فقط روی رودخانه کارون لااقل 300 بنا خواهد شد در حدود 9000 میلیون یا 9 میلیارد متر مکعب آب ذخیره خواهد و یه قدری کمتر از 3 میلیون کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد. به قدری مجسم بکنید درآمد از نفت، درآمد از گاز، درآمد از پتروشیمی، درآمد از زراعت و یه خصوصیاتی هست در خوزستان که محصولش موقعی به دست میرسد که شاید از هر نقطه دیگری 2 هفته زودتر این محصول به بازار بیاید. و اگر ما قصد صادراتی داشته باشیم هر بازاری که ما بخواهیم 2 هفته در بس در اختیار ماست. در اطراف زراعت صنایع مختلفی که ایجاد می شود به اندازه همون زراعت تولید درآمد خواهد کرد، ایجاد کار خواهد کرد. این یکی از استانهای اون ایرانی است که شما سوگند یاد کردید که نه فقط با جان خود آن را حفظ بکنید ولی امروز و فردا بیشتر از امروز با دانش بیشتر و اراده قوی‌تر این را حفظ بکنید. این ثروت‌های ملی به نفع ملت و به نمایندگی جامعه اداره خواهد شد که منافع آن را ملت ببرد، نه اینکه یه عده ثروتمند ثروتمندتر بشوند و یه عده استفاده‌چی منفعت بیشتر. یعنی برای جامعه، در خدمت جامعه و برای اینکه ما را قادر بکند که برسیم نه فقط به مرز که امیدوارم تا 12 سال دیگه به مرز تمدن بزرگ برسیم بلکه بعد از آن وارد تمدن بزرگ بشویم که صفحات درخشانی خواهد بود برای تاریخ ایران و برای تاریخ هر مملکتی که بتواند به آن دسترسی داشته باشد. خشمش برای دشمن یه خشم بیامونه، که خوابیده که از ما
اختلاف اهداف محمد رضا شاه و نظام پادشاهی، یه پدر و پسر پهلوی و نظام اسلامی با ایدئولوژی های اسلامی چه مقدار هست؟ نتیجه حکومت آخوندی شده این که امروز جمهوری اسلامی نمیتواند 10 بشکه نفت بفروشد، در حالی که محمد رضا شاه زمانی در اوپک قیمت نفت رو تعیین میکرد، چه وقتی با برادران ماتعی کار میکرد، خاندان ماتعی، چه وقتی اونو کشتن اومد با اوپک کار کرد. محمد رضا شاه ایران رو داشت به سمت جلو میبرد. حالا ببینید به چه وضعیت افتاده. یک رقم رو به شما میگم، اگر اون 2300 تا هواپیما در از 300 تا F-16 ای که شاه سفارش داده بود، پولش هم داده بود تو، و علاوه 220 تا هلیکوپتر سوپر کوبرا، و علاوه 30 تا شینوک، همونایی که پولش رو داده بودی، و علاوه 200 تا موشک ضد کشتی هارپون رو تحویل میگرفتیم، کجا عراق جرأت داشت به ما حمله کنه؟ این 2 میلیون کشته و زخمی که 232,000 تاش حداقل شهید هستن و 1,700,000 تا زخمی، کجا اتفاق؟ عزیزان، مردم امروز ایران فقیرن. دلاری که سال 1390 بود 1000 تومان، الان شده 30000 تومان. 30000 تومان قبلا 10 سال پیش میشد 30 دلار، الان میشه 1 دلار. شاید محمد رضا شاه باورش نمیشد که در سال 55 با 24000 تومان شما میتونید 25000 تومان یه پیکان صفر دولوکس بخرید یا کارلوکس، یه پیکان جوانان بخرید یه خورده 500 تومان گرونتر از نم قسط، و امروز شما با 25000 تومان نهایتاً نمیتوانید 1 دلار. بله. این آنتیتزی بود که آقای خمینی در مقابل تز پهلویسم داد. این همون کتاب ولایت فقیه و حکومت اسلامیه. نگیم آخوندهای دیگه مخالف بودن، چون دقیقاً آقای منتظری هم در مورد همون موضوع کتاب نوشته. دقیقاً آقای منتظری هم با ایشون همکاری کردن. بله. و خیلی عالی. خیلی عالی. متأسفم. با سپاس از مطالبی که فرمودید، می‌دونم در این رابطه مطلب بسیار هست. وقت داریم، به سپاسگزار میشم که آقای دکتر صحاب عزیز در رابطه با این شایعات نسبت به مرگ خامنه ای از شما بشنویم. آیا اینم یک فریب هست؟ چون مدام ما دیدیم که اینها با ایجاد شایعات فریبکاری کردن و باز ملت ما رو در دام دیگه‌ای گرفتار کردن. در خدمتتون هستم. من فکر میکنم باید اونجوری نگاه کنیم که واقعیت هست. هنوز هیچ دلیل منطقی از مرگ ایشون دریافت نکردیم. هیچ خبررسانی معتبری همین رو اعلام نکرده. صبر میکنیم تا ببینیم چی میشه. ولی من امیدم به مرگ ایشون نیست. امیدم به زنده بودن جامعه ایران و بیداری جوانان براب. ایران. تو با مرگ ایشون پیدا کنم مشکل خاصی حل بشه. خب یا خود دیگه داشو میگه. این مکتب هست. ما باید مردم رو بیدار کنیم. خب بگیم مثلا من یادم نمیاد میگفتن خمینی بمیره این حکومت میره. خب خمینی که 68 مرد، چه اتفاقی افتاد؟ هیچ اتفاقی نیفتاد. خمینی مرد، قدرت سپاه تا حالا 10 برابر شد. خمینی وقتی که مرد، ایران فقط در لبنان نیرو داشت، الان در سوریه داره، در یمن داره، افغانستان، حسینیون، آذربایجان، عراق کلا پایران از سال 2000 پاشو دراز کرده تو عراق، علنا داره دولت عوض میکنه تو بغداد. We'll be right back.